سخنان علی خامنه ای خطاب به اعضای مجلس شورای اسلامی قاعدتا باید همان اندک تردید باقی مانده برای هواداران جمهوری اسلامی را از میان بردارد و دست کم آنان را نیز به این نتیجه رسانده باشد که انقلاب 1357 و نظام جمهوری اسلامی هیچ چیزی نبوده است جز پیروزی نیرویی که از همان عصر مشروطیت تا امروز به دنبال بازگرداندن شیوه و روش حکمرانی به دوران پی پیشا مشروطیت بوده است. علی خامنه ای برای پوشیدن کسفت سلطانی راه و چاره جز انهدام و بی ساختن قانون، نهادهای مدنی و سیاسی مدرن و همه آنچه که پس از مشروطیت به دشواری بسیار و هزینه های فراوان به دست آمده بود نداشت. او اکنون در آخرین سالهای زندگیش و در حالی که شرایط را برای جانشینی آمده می کند که بی تردید خود از همکنون انتخاب کرده است آخرین پرده های باقی مانده بر مجسمه سلطان را بر می دارد. و در حالی خطاب به کسانی که روزی قرار بود نماینده مردم در پارلمان باشند و اکنون به عضو مجلس شورای اسلامی بدل شدهاند سخن میگوید که پشت سرش عبارتی عربی و نیمه جمله از علی ابن ابی طالب به این معنا نسب شده است رعیت اصلاح نمی شود مگر والیان او صالح باشند تکلیف روشن است جز سلطان همه رعیت هستند حتی اگر خود از کارگزاران نظام سلطانی باشند درست به همین دلیل است که او در سخنرانیش از قضا کمتر به رد صلاحیت شدگان منتقدان و مخالفان و بیشتر به نامزدهای تایید صلاحیت شده و اعضای مجلس شورای اسلامی هشدار میدهد که از این پس مواظب باشند بی احتیاطی نکنند و حد و مرز و جایگاه خود را بشناسند علی خامنه ای پس از نصب اعضای مجلس شورای اسلامی که اکنون مطیع و دستاموزتر از هر زمان دیگر همچون مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مسلحت نظام و شورای نگهبان نهادهای حائل و صرفا مجری عوامر و منیات هستند به آنها یادآوری می کند که درست است تریبونی در اختیار دارند که فعلا همه می توانند آن را بشنوند اما خود باید بیش و پیش از هر کس دیگر مواظب گفته و کرده های خود باشند و نگذارند کار به نظارت و توبیخ و تمشید کسانی برسد که روزگاری قرار بود نماینده مجلس نماینده مردم و تجلی خواست و اراده مردم در تعیین سرنوشت خود باشند علی خامنه ای بدون لکنت و بدون پرده پوشی به هیئت نظارت بر نمایندگان میگوید با دقت مراقب رعایت دستوراتش از سوی نمایندگان باشند و همزمان به اعضای جوان و انقلابی مجلس هشدار میدهد که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان باید فعال باشد و تقوای درونی خود شما میتواند کار را راحت کند او سپس از شورای نگهبان و تصمیماتش دفاع می کند اما بگونه ای که نه تنها بر منتقدان این نهاد مجری عوامر بلکه بر خود فرمانبران مطیع نشسته در این شورا روشن شود که در نظام اسلامی این اراده اوست که مبنا و معیار است. علی خامنه ای تسلیم و پذیرش کارگزارانی را که در نهایت شگفتی خود اکنون به حاشیه رانده می شوند کاری خداپسندانه می داند و همزمان به منتقدان شورای نگهبان هشدار میدهد که خدای متعال از آنان نخواهد گذشت تا هم دوست و هم دشمن بدانند که خدا کیست و چه چیز را می پسندد. او برای تحقق این جلوه سلطانی خدا یا بازگرداندن همان زل به عرصه سیاست و جامعه ایران و سپس آماده کردن زمینه های فرمان جانشین خود حتی در دستور به نامزدهایی که آنان را فعلا صالح تشخیص داده پوشیده سخن نمیگوید و در بی اعتبار ساختن جایگاه رئیس جمهوری و نهاد ریاست جمهوری به عنوان نماد و رکن تاثیر بر مردم و رأی آنان بی تا آنجا پیش می روید که حدود و سقور وعده های آنان به مردم یا صحبت هایشان در مناظرات را پیشا پیش مشخص می کند. او حتی نیازی نمی بیند به نامه و درخواست کسی که طبق قانون اساسی همین جمهوری اسلامی فعلا دومین مقام رسمی کشور محسوب می شود و به گفته خودش با رأی 24 میلیون شهروندی که البته دیگر رعیت محسوب می شوند برگزیده شده پاسخ بدهد جواب او را در خطابی کلی به رعیت میدهد زیرا او نیز در نهایت جزو رعایای ولی است این پایان کار هر رعیت است همانطور که برای اکبر هاشمی رفسنجانی محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد نیز بوده اما ولی فقیه امروز آخرین گام ها را نیز بر می دارد و حتی همچون گذشته دیگر حال رعایه در صف برای برآمدن و در صدر نشستن را رعایت نمی کند. علی خامنه ای به هفت نامزدی که هم مبتنی بر شرایط امروز از فیلترهای او عبور کرده اند بی آنکه زمانتی در کار باشد که چندی بعد مقذوب بارگاه نخواهند شد میگوید موضوع اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی نیست در واقع اصولا رعیت در موقعیتی نیست که موضوع اصلی را تشخیص بدهند موضوع اصلی همان است که ولی مطلقه فقیه میگوید او کاملا آگاه است که قراری به وجود قوای سگانه هم نیست و درست به همین دلیل سخن خود را اصلاح می کند و به جای به بردن رئیس قوه مجریه در وصف کسی که به تساهل رئیس جمهوری خوانده شده به تاکید او را رئیس اجرایی دولت میخواند و به نامزد تصدی این سمت کارگزاری در درگاه زل سلطان به آنها و همگان تذکر می دهد که هنجار شکنی نشود خطوط قرمز نظام را برخی می بشکنند نظام نظام جمهوری اسلامی نظام مستقر و پابرجاست و خطوط اصلی نظام مشخص است مربوط به من و دیگری نیست اینها کار خداست در چنین احوالی کارگزاران صرفا رعیتهایی هستند که به دلیل خدمات خود برای حفظ همین نظام امتیازاتی گرفتند و فعلا از جرگه عوامل خارج و به دنیای خواص پیوستند اما این موهبتی همیشگی نیست و کسی که به گفته علی خامنه ای صادق نباشد هر لحظه میتواند جایگاه و پست و امتیازش را از دست بدهد او در تحقیر این کار کارگزاران خصاصتی به خرج نمی دهد و جای ابهام و تفسیری باقی نمی گذارد که شرایط بقا و بهرهمندی از مواهب چیست و تخلف از منیات ذات اقدس زلالله نتیجه جز آن نخواهد داشت که بر آنان نیز همان رود که بر رایت می رود. نشانه های این نگاه دیری است که آشکار شده او که پیش از این مستضعف یکی از کلید های انقلاب و جمهوری اسلامی را باز تعریف کرده بود اکنون جایگاه واقعی مردم را که روزی ولی نعمت خوانده میشدند روشن می کند و به آنان یادآوری می کند که همه تلاش های یکصد ساله آنان بیهوده بوده است و باید از نو به جامعه رعیت درآیند از نگاه او وظیفه رعیت هم چیزی جز نیست که انتخاب یا در واقع انتصاب انجام گرفته از سوی ولی فقیه را تایید کند و برای این کار کافی است که تنها یک روز پای صندوق حاضر شود و البته که چون این امری هم ضرورتی ذاتی ندارد و صرفا فرصتی است اعطا شده به رعیت که بتواند مراتب بندگی و وفاداری خیش را مجددا به نمایش بگذارد و قرار هم نیست که کارگزاری نیز در این میان دچار سوء تفاهمی شود و دنبال اسم و رسمی برای خود باشد. روح الله خمینی نیز همین بود و همین کار را میکرد اما هنوز می توانست این کار را با مصادره برخی مفاهیم مدرن انجام دهد علی خامنه این نیز به مدت سه دهه بیش و کم همان راه را ادامه داد اما حال که مخصوصا باید جانشینی جوان و انقلابی بر جایش بنشیند و از بیت او و میراثش پاسداری کند زمان بازی با مفاهیمی نیست که هر چقدر هم مصادره شوند باز همچنان می توانند پرسش آفرین و دردسرساز باشند باید این مفاهیم را کنار گذاشت نقاب از چهره برگرفت و ادبیاتی متناسب با موضوع و هدف را به کار گرفت اکنون دست کم موافق و مخالف جمهوری اسلامی بر سر یک موضوع به توافق می رسند. بر تن پادشاه لباسی نیست. سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال را انتخاب کردید. فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید. پیروز باشید و تندرست.